پخش سریال سرزمین کهن از تلویزیون دولتی ایران با اعتراض تعداد زیادی از مردم متوقف شد. معترضان که اغلب از قوم بختیاری هستند، روزهای گذشته در مقابل دفاتر صدا و سیما در شهرهای اهواز، دسپور و علیگودرز راهپیمایی و تجمع کردند. معترضان به برخی دیالوگ‌های بازیگران این سریال انتقاد دارند و آن را توهین به ایل بختیاری می‌دانند. رئیس صدا و سیمای ایران در نامه‌ای خواستار توقف و بازبینی این سریال شده، اما از عذرخواهی مستقیم خودداری کرده. با این حال دست‌اندرکاران و تولید کنندگان سریال سرزمین کهن از بختیاری ها عذرخواهی کردند. آرش سیگارچی و جزئیات بیشتر. شعار تجمع کنندگان در مقابل ساختمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی در اهواز، اعتراض مشابهی در دسفول و دیگر شهرها. اعتراضشان به بخش هایی از یک سریال پخش شده از تلویزیون دولتی ایران است، سرزمین کهن و این حرف ها. از فردای منم که بچه های مردم کنجکاو میکنم. وقتی سر کلاس بی قصد و غرض قصه این که بختیاری ها چجوری بختیاری شدن تعریف کردم، گمونم از حیث کسافتکاری باب میل امیدت باشه. این سریال تلویزیونی راوی داستان کودکی است که سالها در یک خانوادگی توده‌ای بزرگ می شود، بعد به خانواده‌ای درباری می پیوندد و نهایتاً در بحبوحه انقلاب جذبه آیت الله خمینی می شود. صدا و سیمای ایران تا کنون چند بار پخش این سریال را به تعویق انداخته بود. آخرین بار برای بازنگری در پوشش بازیگران زن. با این حال بازبین‌های صدا و سیما توجهی به اشاره‌های فیلم به قوم بختیاری نداشتند که حالا محل بحث شده است. صراحتاً دیالوگی رو گفته میشه که میگه شما به چه چیزتون افتخار می‌خواید بکنین؟ از کدوم اصل و نسبتون؟ بسیار حرف زننده و دیالوگ خیلی زشتیه. و هم خواسته ما و کلاً قوم بختیاری اینه که پایان این سریال رو سریع‌تر خاتمه بدم. تا کنون در شهرهای اهواز، اصفهان، مسجد سلیمان، دسپول و علیگودرز بختیاری ها اعتراض کردند. اعتراض ها باعث شده عزت الله زرقامی، رئیس صدا و سیما، در نامه‌ای به کارکنانش خواستار توقف و بازبینی این سریال بشود. اما او عذرخواهی نکرده. صدا و سیمای آقای زرقامی اولین باری نیست که از این کارها میکنه. تو این چند ساله با توجه به اینکه رسانه ها و در گستردگی خبر و در بازتاب خبر نقش مهمی داشتن، خب قاعدتا آگاهی اجتماعی و آگاهی شهروندی نسبت بالاتر میره. کارگردان این سریال کمال تبریزی قبلا فیلم جنجالی مارمولک را ساخته. او پیشتر گفته بود استفاده از نام خانوادگی بختیاری تنها یک اتفاق تصادفی است که ربطی به قوم بختیاری ندارد، اما توضیح نداده چرا وقتی اظهارات جنجالی علیه بختیاری ها می شود عکس سردار اسعد بختیاری نشان داده می شود. پژوهشگر این فیلم عباس سلیمی نمین است. او نیز از جمله چهره های نزدیک به حکومت است که دیروز در نامه ای از مردم بختیاری عذرخواهی کرد. عبدالرضا رحمانی فضلی وزیر کشور ایران نیز روز یکشنبه تنها تایید کرد که در برخی از شهرها اعتراضاتی به این سریال تلویزیونی شده، اما از بیانی جزئیات خودداری کرد. پیش از این نیز سریال هایی چون ساختمان پزشکان و پایتخت با اعتراضاتی محدود از سوی مردم روبرو شده بود، اما این اولین بار است که پخش سریالی اینچنین موجب اعتراض می شود. به نمایندگی از شما بزرگوارانی که اینجا تشریف دارید اعلام می دارند که توهین به یک قوم توهین به تمام ایرانیان است. آرش سیگارچی، صدای آمریکا.